سلام و درود خدمت همه بیننده های عزیز تلویزیون یک. امیدوار هستم صحتمند سرحال تندرست باشید. شام یک ویژه هست. من فردین فدایی در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظه برنامه ما را همیاری کنید. امروز مهمان ما یکی از چهره های مطرح حکومت پیشین، یکی از کسانی که چندین سمت ها را داشتن، از ولایت زیبای لغمان، همچنان والی ولایت فراه، معین وزارت اقوام قبایل، معین مسلکی وزارت معارف و همچنان یک مدت وزیر معارف بودن، جناب محمد آصف ننگ. خوش آمده جناب ننگ سیر. سلامت باشین. بخیر باشین. سلام کلام داشته باشین که امرا دختیار دارم. سلام تقدیم میکنم به شما، به همکارای تخنیکی تان و به تمامی شنونده ها و بیننده های بسیار عزیز برنامه. خوش هستم که در خدمت تان هستیم و اگر حرف و پیام به اصطلاح به درد بخور مردم باشه که کتتان شریک بسازیم. خدا خیرتان بده. جناب ننگ صاحب، برنامه را آغاز میکنیم. به کدام ولایت زیبا تولد شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از ولایت پکتیکا هستیم، از مرکز شرنه. البته تولد ما در کابل شده، زیاد زندگی ما را در کابل سپری کردیم، در منطقه چاردی و ایسالابات گفته و در موجه درس هم در مکتب عمر خان خواندم، باز لیسه حبیبیه خواندم. زندگی ما زیاد در این منطقه تیر شده در کابل. تعلیمات باز مکتب را به اتمام کرسان لیسه حبیبیه، درست؟ بله. در بخش تحصیلاتتان در کجا؟ باز دیگه هجرت کردیم سالای 63 و 64، رفتم پاکستان، در اوجه دارالعلوم خواندم الفریدیه در اسلام آباد، از بسیار یک چی مشهور است. دوره علوم دینی را و تحفیظ قرآن کریم، حفظ قرآن کریم اوجه تکمیل کردم و باز بعد از او سعودی رفتم. چندین سال سعودی بودم، اقتصاد خواندم، اینستیتوت زبان و ادبیات عربی را اول نمره فارغ شدیم و فوق تخصص ما هم در اقتصاد و پلانگذاری البته کردیم در کشور عربی. بسیار. اپن ازدواج کردین جناب ننگ سیر؟ بله. ها سمره؟ الحمدلله. سمره ازدواج؟ سه بچه دارم، سه دختر دارم. نام خدا. بله. نام خدا. خدا حفظشان کنه جناب ننگ سیر. جناب ننگ صاحب، با آمدن امارت اسلامی دو ماه شما به کابل بودید فکر کنم. بله بله. بعدش رفتین به ترکیه. دو ماهی که در اینجا بودین شما دلهوره تشویش نداشتید؟ چون در حکومت ازبخ شما رئیس و والی بودین، در ولایت های مختلف، در جبهات جنگ بودین، بالاخره در مقابل امارت اسلامی که حالا حاکم است، تو تشویش دلهوره نداشتید؟ ولی یک فضای که مبهم باشه طبعا یک ترس بر شما میته. البته شما یقین ندارین که چی اتفاق میفته. از او خاطر بسیار هیچ کسی، من میگم در تو یک شرایطی که ما هستیم و در پوزیشنی که ما بودیم، در ماموریتی که ما بودیم، که دفعتا گروپ مخالفت بیای به سر قدرت و تو هم باشی در شهر، دیگه بسیار طبعا تاثیرات خود داشت. ولی چون امارت اسلامی عفو عمومی اعلان کرده بود، بله، از این میفهمیدم که انشالله تطبیق میشه، عملی میشه. و دیگه ای که فضا انتقام نبوده، ایتو شرایطی که افغانستان به اصطلاح با آسانی به دست طالب افتاد، شما ببینین که در خلال 15 روز یا 16 روز کل افغانستان، اگر خون ریزی میشد، اگر کشت و خون بسیار می بود، اگر مثلا شهرها به حمام خون تبدیل میشد، کابل باز ویران میشد، ممکن باز انتقاما و او را شما سختتر تصور میکردین. از اینکه مثلا ما در دفتری بودم، در آخرین وظیفه من منحیس معین مسلکی وزارت اقوام قبایل و سرحدات، مثلا با قالین، با کامپیوتر، با تمام تجهیزات یک دفتر مکمل سپرده میشه به یک رژیم دیگه. کل وزارت ها همتو، کل ادارات همتو. بله بله. یعنی سلامت فقط باید در چوکی کس بیشینه که حتی قلم و سیف و چیزایش هم کس تغییر نداده. از او خاطر است ما فکر میکنیم این فضا خودش کمک کننده بوده که فضای انتقامی نباشه. رفتین جناب ننگ صاحب ترکیه، بعد از دم و برگشتین یا از طریق کمیسون دعوت شدین؟
ما از طریق کمیسیون دعوت و تماس به افغانستان آمدم. بله. حالا خو مشکلات نیست ان شاء الله. نه نه مشکل تو. روابط خوب است. چیزی که است در قسمت ما باشه و میرسه. ولی هستیم همیجا از زندگی ماست، فامیل ماست. اگر وقتای اول هم شاید اگر من نمیرفتم ما قدر تاثیر شاید نمیکرد. ولی بالاخره هم برآمدن یک حکمت بوده، یک خوبی دیش بوده. پس آمدم. ما همه فامیلای ما همیجا است دیگه تقریبا. همه فامیل. بله. دمی آخرین وظایفی که شما جناب ننگ صاحب داشتین موین وزارت اقوام قبایل بودید. بله. کارایتان در اوجا در کدام راستا بود، در کدام بخشا؟ وزارت اقوام و قبایل و سرحدات البته ای امسه ماموریت عمده را به پیش می برد. مسائل اقوام، مسائل قبایل و مسائل سرحدات. بله. و یک بخش هم ماموریتی که به اصطلاح او طرف مرز یا خط دیورند یک مقدار ماموریت هایی که بوده. بله. ساحه کارش خب بسیار زیاد است، بسیار زیاد، یعنی بسیار یک وزارت مهم و کلیدی است و یک مقدار چی هم داره، ابهامات هم داره. مثلا قانون اساسی مسئله قوم و قبایل و ای چیزا را منع کرده. دوم، شما در مادرن ستیت یا دولت معاصر مسائل قوم و ای چیزا را میگذارین به مدرنیته میرین، به پدیده های شهری میرین در حکومت معاصر و در زندگی معاصر. و سوم، در گلوبال ویلج شما در قریه جهانی که سرحدات هم از بین میره مثل اروپا واره و دنیا بالاخره به یک دهکده واحد تبدیل میشه، شما دیگه ایجا به ارزش های قدیمه و به ارزش های به اصطلاح عنعنوی و قبیلوی ایره دیگه نمیتونین که ایره رونق و بازار بتین. ایره اگه میتین به کدام مقاصد میتین؟ بسیار ما گفتم ماموریت وزارت برتان تشریح میکنم. و یا ایست که شما به مدرنیته میاین، شما به عصر امروز با مقتضیات و شرایطی که امروز در جهان حاکم است و در افغانستان حاکم است و عصر انفتاح به اصطلاح که جام جهان نما در جیب هر کس است و دیگه مسائل ارزش های اقتصادی، یکی از ارزش های مدرن زندگی مدرن و معاصر یا دولت های معاصر سر اقتصاد و روابط اقتصادی متکی است. شما در اینجا منافع را مدار اعتبار میتین. از او خاطر است ارزش های منفعتزا در مقابل ارزش های عنعنوی و کلتوری یا قدیمه ایره شما چطور وفق میتین؟ ما ماموریت ما ای بوده که وحدت اقوام ایره که در انقلابا و در 40 سال گذشته ای صدمه دیده ای باید دوباره تحکیم پیدا کنه، بسته شود. یک بخش از کار از به اصطلاح افغانستان از انقلاب هایش تأثیر بزرگش این بوده که شما را از هم جدا ساخت. این گذشتگی را ما باید دوباره پیوند بدیم. قبایل و بحث قبایل چرا باز مهم است؟ اقوام خبرتان تشریح کردم که با وحدت نیاز داشته، به همبستگی نیاز داشته، به قربت و نزدیکی نیاز داشته و این را باید زیر اجنده های بزرگ ما یکی می سازیم، نزدیک می سازیم. یعنی نشنالیزم ملی در اینجا باید باشه. ساحه قبایل ما 2600 کیلومتر سرحد با پاکستان داریم، او طرف با ایران داریم، با دیگه قبایلی که در سرحدات شما واقع است یا همیشه پاسبان مملکت بوده، یعنی شما عسکر نداشتین، اگر با 15000 20000 پسته هم گزارهتان نمیشه که شما ایره سیز کنین یا بسته کنین. از او خاطر است که قبایل یک پتانسیل بسیار عالی است، یک سرمایه بسیار خوب مردمی است برای حفظ سرحدات کشورت. از او خاطر است که یک بخش سیومه که کتی ازی پیوندش میتم او طرف خط دورند ما اقوام و قبایل ما مشترک بوده، شما ایجا مومن دارین او طرف مومن دارین، این طرف خط شینواری دارین او طرف خط شینواری دارین، این طرف وزیرستانی دارین او طرف دارین، این طرف مسعود دارین او طرف دارین، این طرف سلیمان خیل دارین او طرف دارین، این طرف خروط دارین. به می ترتیب او طرف ما آجنده پشتونستان بزرگ که او بخشی از خاک ماست،
یعنی ما خاک ما را انگریز با یک خط جدا ساخته. جدا ساخته. از او خطر است که ما ناچار هستیم این می خط پیوان بتیم. و ای به اصطلاح آجندارا یا ای منشور که ما دو طرف به اصطلاح بر ما ارزش داره ای حق ماست یعنی یک حق بسیار طبیعی پشتون ها بخصوص به خاطر از اینکه ما را دو خانه جدا ساختی ای یک بحث بسیار مهم بوده بله. و ای برای از این بحث هم باید حل سازنده و حل کانستراکتیو یک حل بله. ساختمانی باشه نه دیستراکتیو بله. یعنی تباه کن نباشه از او خاطر است که این بحث چرا به تباه کاری رفته بله. این یک غلطی ها بوده دولت باید سر از این زیاد کار کنه از او خاطر یکی از آجندا و بحث سرحدات شاید بحث نسبتا عسکری تر باشه که تعیین سرحدات حدود کشور ما به اسلام و میل های که سرحدات افغانستان تعیین میکنه یک بخش اعظمی از ماموریت وزارت ای بوده تا این کل عرصه ها ما کار میکردیم بخش تعلیم ما داشتیم البته که لیسه های قبایلی داشتیم خوشحال خان است رحمان باباست بله بله. پیر روشان است چندین لیسه در خوست داریم این بخش تعلیمی ما بوده که از او طرف خط دیورند ما در ایج شاگرد داشتیم و این برای وحدت اقوام و برای تبادل فکری یک صحیح دیگه از وزارت ما بوده جناب لنگ صاحب در این مورد شما بسیار خوب منطقی صحبت کردین در زمان تصدی آقای غنی سیم خارداری که یک خطی که بود که مربوط به پاکستان کجا می شد و مربوط به افغانستان راکت ها در او زمان پرتاب می شد اما خم ابرو نمی شد باید جواب دندان شکن یا جواب بالمثل ما داشته باشیم اونا پیشروی می کردن درست؟ حالا ما می دونیم که یک روز آقای ملا یعقوب در یک سخنرانی خود گفت واخان بدخشان حیثیت سر داره بر ما ما چرا در اون زمان هم اقدام کرده نمیتونستیم اقدام بسیار جدی چون وطن است اگر یک بلست را بگیره تمام شگره چرا یک اقدام جدی از آدرس حکومت ها نمیشد ده ها صد ها راکت ها ما شاهدش بودیم که به کنارهای ما پرتاب میشد هدفشان چی بود؟ خب میگفتن که در این طرف مخالفین ما هستند اما بعض وقتا این موضوعات را واقعیت نداشت و از مردم که پرسیده میشد از وطندارای ما و شما که در ولایت زیست میکنن زمامداران خم ابرو نمیکردن جناب ننگ صاحب بفرمایید بله ما فکر میکنم یک بخشش که برای شخص خود ما تا هنوز دهش معلومات ندارم میگن که امو با در منیجمنت که بین قوتای خارجی یک تشکیل سه زلایی بوده پاکستان، افغانستان و قوتهای خارجی این سه زلی گویا توافقات داشته که مناطق سرحدی را زی منازعه نسازن زی منازعه نشه این بحث گفتم که معلومات جامع و کامل از این که آیا پروتکولی بوده یا امو بادر منیجمنت امو تشکیلاتی که برای ازی جور شده بوده به سطح نظامی های امی سه رکنی بوده که یا امو قدر صلاحیت بزرگ داشتن که تعیین سرنوشت سرحد کنن یا نکنن مسئله دوم ای بوده که افغانستان گویا ادعا داشته که از او طرف خط جنگجو به این طرف عبور میکنه با خاطر از اینکه این بهانه مکمل گم شوه گویا پاکستان به می بهانه ای را تکمیل ساخت خب بهانه نجیب بوده هر چیز که بوده برای از این مسئله سوم ایست که افغانستان چندین منجلاب های سخت درگیر بوده دولت افغانستان اول جنگ بسیار بزرگ که دولت شما می فهمین توانایی غلبه در کل ساحات نداشت بحث چهارم ممکن ای باشه که نفوس دولت مرکزی افغانستان در ساحات سرحدی کمتر بوده ولسوالی ها بسیار پیکه بوده نقشش و مسئله پنجم هم ایست که توپخانه ما اجازه ازیرا نداشت در حضور خارجی که با پاکستان درگیر شود ما فکر میکنم افغانستان شاید بحث ششم نمیخواسته که از طریق منازعه
و تشدید منازع بله با پاکستان در تعامل باشه جهان بیرونی که در اینجا حضور داشت و می گفتن که شما از رای سازندگی برنامه های سازنده برنامه های کمک کننده و برنامه های زی منفعت با پاکستان پیش برید و افغانستان از لحاظ حسن همجواری از لحاظ به اصطلاح امو پروتکل های جهانی و بین المللی و به اصطلاح معاهدات مرز و غیره و غیره کلش هم در نظر گرفته کنوانسیون ها را هم در نظر گرفته با پاکستان درگیر جنگ نمی شده پاکستان هم اتو توجیه داشت که گویا ما امو افراد و جنگجویای خود از بین میبریم سر از او حمله میکنیم و ایرا خارجا هم تا یک حد کتیزی همکار بوده و ممکن دولت افغانستان هم سر از زیاد مزیقه نمیکده که جنگجوی خود تا او از بین میبری دیدیش در دوربین او از بین میبری به این بهانه اگر کدام راکتت خطا میخوره خوب است جناب ولی ما به نظر ما چایم بگیرین موقف جدی باید گرفته میشد بله اما با در نظر داشت اقدام جدی نبود در زمانم شش تحلیلی که ما پیش کردم ما نقش دولت بسیار ضعیف میدیدم که اقدام میکرده این واقعیت است یا گراوند ریالیتی است یا واقعیت های میدانی تانمی است بله. جناب ننگ صاحب چای داغ است شما نوش جان کنین انترکانتیننتال یگانه هتل ملی و بین المللی در سطح کشور یک وقفه کوتاه داریم زود زود برمیگردیم عزیزان دل بازم خوش آمدید جناب لنگ صاحب شما یک دوره در ولایت فرا زمامدار بودید بایس والی تظاهرات گسترده مردم در مقابلتان شما را به کمکاری و ضعف مدیریت یک موضوعش در مورد اقدام جدی در مورد بند بخش آباد و مدیریت سالم میگفتن ندارین چندین اتهامات را بالای شما اونا تنظیم کرده بودند و همزمان چند روزی که تظاهرات ادامه پیدا کرد به نام عارف شاه جهان به جای شما مقرر شد موضوع از چی قرار بود جناب ننگ صاحب خب قصه دولتداری و حکومتداری محلی بله. بحث بسیار چند بودی است بلکه شما از چندین ناحیه بله او را تحلیل میتونین فرا مثلا ولایت است که در اوجه چند پدیده وجود داشته اولش پدیده مافیای مواد مخدر بسیار کاروبار کلان که طبعا ما من حیث دولت محو کوکنار و این مسائل نقش داشتیم طبیعی است که وقتی که یک بخش اعظم از اتکای اقتصادی و زراعتی متکی به کشت کوکنار باشه اگر تو کتش درگیر باشی خود طبیعی یک قشر برات پیدا میشه این قشر خو فرصت دیده هر جایی که برش مهیا شد سر تو به اصطلاح از اون استفاده میکنه مافیای قاچاق هم ما داشتیم که قاچاق انسان قاچاق همین مواد خوراکی و غیره بله بله و هم دو هم یک منطق است یعنی ما مثلا ولسوالی های داشتیم که با ایران نزدیک است دو جا ما پنج به اصطلاح دروازه سرحدی داریم با ایران بله. مثلا در میله کسب و نصر فرایی است و تا کلاته نظر است و یک دو میلی دیگه است و کلاته علم خان است در این مورد جناب ننگ صاحب آقای زاخیلوال که وزیر مالیه بود او زمان بله. در مجلس نمایندگان بسیار سریعا صحبت داشت که از ابو نصر فرایی چقدر قاچاق آمده بود و این مواردها را اونا هم یادآور شده بودن در اون زمان بله. که آرد قاچاق می شد و مواد خوراکی اینا قاچاق می شد بله من گفتم که ایره باز ما در حالی که در اوجه قاچاق تقسیم کرده بودیم که دو بخش داشت شخص خود ما یکیش قاچاق است که حلال است یکیش قاچاق است که حرام است مثلا اگر مواد مخدر و مرمی و باروت و ایگپا باشه ای اردویش حرام است اما قاچاق آرد و روغن و مواد خوراکی پوشاکه و غیره اما ممنوع است چیزای ممنوع است از لحاظ دولتی اما حرام نیست خب ما در مثلا ولسوالی لاش و جوین ما مناطق داریم که مثلا پشمیکه و تپه خواهران و غیره و غیره قریجات های داریم که در
5 کیلومتری و 10 کیلومتری با ایران است. بله. و 170 و 200 و 300 کیلومتر با مرکز است. این آدم در اوج است زندگی میکنه و غریب هم است. شما قریاجات های افغانستان که ببینین خانه گیلی گنبزی در ریگستان کل شریک او طرف لاشجوین یا مثلا پشتیکو ولسوالی یا ولسوالی دیگه ما یا کلش ولسوالی نزدیک تو اگر چی کنیم سوالات را به خاطر از اینکه چند سوال دیگه هم باقی است بفرمایید جناب از او ما فکر میکنم این منطقه قاچاق باید صورت میگرفت یا به خاطر از اینکه نزدیک بوده او طرف شما جلوش هم میگرفتین دیگه از این کارا را بله طبعا مردم غریب است میگه ما از این 5 کیلومتر نزدیک نان میارم و دروازه بند است از او خاطر یک بس مافیای سوم مافیای فساد بوده مثلا مافیای گمرک و این نقش همه گده بوده یعنی تجار ده این نقش داشته و وکیلای شورای ولایتی ده این نقش داشته بخصوص رئیس شورای ولایتی هم وقت یا خودشان یک قشر ساخته و اینجا فساد گمرک چقدر بوده مثلا ما تا 4-4.5 میلیارد افغانی سالانه عاید میکردیم اما اگر فساد نمی بود و این مافیا نمی بود ممکن ما تا 9-10 میلیارد افغانی عاید میکردیم شما وقتی به بیت المال میبینین که 6-7 میلیاردش به جیب مافیا میره و 7 میلیارد خب بسیار پیسه کلان از یک ولایت غریب و غربه و کاروبار هم نباشه استعداد هم نباشه یک کس به قدرت منطقوی رسیده باشه رئیس شورای ولایتی باشه او طبیعی است که وقتی از این منافع تو محرومش میسازی درگیر میشه از او خاطر از بخش از مظاهرات اینی بوده و بخش آباد شما اشاره کردین ما که با سخت و ساز و بند آغاز کردیم مخالفت های بسیار تجدید یافت با وجود از اینکه همکاری منطقوی و همکاری طالبا وجود داشت 8 ماه که ما طالب همکاری کرد امی شهید داود مزمل والی طالبا بوده اوجه بسیار همکاری کرده یعنی اگر نمی بود این پروژه در وقت داشت ما کارم نمی شد در وقت ما اما کارهای بنیادی جیوتکنیک و اما به اصطلاح سروی از این او تقریبا در وقت ما تکمیل شد یعنی 8 ماه در اوجه ما سروی ها را انجام جناب ننگ صاحب دولت مرکزی فاسد بود یا اینکه شما حق به جانب بودید به دلیل از اینکه اگر شما واقعیت در اوج واقعیت را می گفتین یا اینکه حتما گزارش به آقای رئیس جمهور می رسید چرا بجای شما کزدگی تعیین شد اگر اینجا قاچاق مواد مخدر بود، قاچاق اسلحه بود، هر موضوعی که بود، اونا باید از شما دفاع میکردن. شما خب والیش بودین، نماینده عام تام با صلاحیت بودین در ولایت فرا. خب طبعا دولت مرکزی در اینجا غفلت کرده یا اینکه روی روابط پیش میرفته که آقای محمد عارف شاه جهان که فکر میکنم نماینده مجلس هم بود یک دوره. اونا رو به جای شما استخدام کردن، عمو سمت رو برایشان دادن. آیا در اینجا از آب از بالا خط بود یا به چه شیوا بود؟ من فکر میکنم مافیای فساد یا یک زنجیره تکمیلی داشتن یعنی خطا نمی خورد اگر کدام زنجیر سکلیدگی می کرد او را دوباره وصل می کرد و کسایی که قطع کننده بودند در زنجیر فساد و طبعا در نقش ضعیف بودند در عربی یک دفعه در جنگای لبنان جمهوریت الفساد که می گفتن یک دوره تو یک حالت آمده یعنی من نمی فهم این بسطه بزرگ بوده شاید دولت نقش خود ایفا میکرد اما کمتر میتونست به اینکه اگر میگفتی که در شهر دزده بگیرین باید کلا گیره میگرفتین بله وضعیت خراب شده بوده یکی از پدیده های استعمار همی است که کشور آلوده میسازه بدنام میسازه و ملوثش میسازه تا اینکه او منافع خود تامین کنه مافیا بسیار سیستماتیک رابطه داشتن بسیار میتونستن خود برای بقا و دوام خود هم از امو منابع مادی که مثلا شما 7 میلیارد ببینین 7 میلیارد یک مملکت می چلانه اینمی منافع را یک قشر بسیار بزرگ ساخته بود ما براتان امور اگر بحث کنیم سر از این بحث از ساهم میبره بعد روزها باید سر فساد بحث کنیم ها ایران ما بجا میدانم که کدام بحث باشه که سر فساد که افغانستان چقدر سرش بدنام شده عصر رسوایی که این چرا اینقدر رسوا شد شما میبینید پدیده های بزرگ فساد کت خارجی ارتباط داشت و وا میکدن اما بدنام سرش افغانستان شد مردم افغانستان دولت افغانستان قرارداد میگرفتن خودشان یعنی موارد کلان دیگه بحث بسیار کلان است بله بله. با فساد میلیاردی دلار هم میگم
ایده بیرون کت امی حضور خارجی ارتباط داشت. یک بخشش چی از بحث ریاضی را کتن کنم یا هندسی را کتن کنم که پیسه چقدر بوده و چه قسم تقسیم شده. 20% کل مدد که از جهان می آمد به افغانستان از طریق بودجه رسمی می آمده. 80%ش مال به خودشان می شود. و دهی 20% ما ممکن جواب ده باشیم بله. که چقدرش. از او خاطر است که مافیای فساد طبعا مستحکم بودند، در ساران ولی بودند، در قضا بودند، در مقامات بلند بودند و ما بیچاره دولت حمایه میکرد. مثلا اگه حمایه نمیکرد خو او قدر ما پیش از ما 2 میلیارد افغانی کس عاید نداشت. ما در وقت ما سرحدات هم بند شد، کاروبار هم کم شد. از زمان شما چی مقدار شد؟ مثلا ما 2 سال پیش مرا برتان میگم که 1393 و 94 برتان میگم. عواید از 2 میلیارد کمتر بوده. اما ترانزیت بین ایران و افغانستان به 180,000 کامیون رسیده به اصلاح ترانسپورت شده رفت و آمده. به 2 لک شده. در وقت ما 40,000 38,000 شده 2 سال ما اونجا ماموریت کردیم. بله بله. عواید از وای اونو قدر بوده؟ غیر از این عدد که برتان میگم که چقدر تفاوت داره. ما 2 چندی از او عاید کردیم. اما کیفیت هم برتان بیان کنم. چیزایی که مالی بزرگ داشته در وقت ما بیخی مکمل تقریبا به 0 رسید. کم شد. مثلا مواد نفتی، فلزات، میسیخ گل و غیره، خوراک کباب، پوشا کباب. 4 چیز مالی دلاری داره، مالی بسیار بلند داره. اینمی 4 آیتم از ما گم شده. تمام شده. سر پترول و سر مواد نفتی 200 فی تونه، در 1 تن 200 دلار مالی است. فرض کنین. اما سر کاشی و سمنت سر تونه 200 افغانی است. در وقت ما اینمی چیز آمد. اما این به تفصیل اگه بیان کنم خب وقت میگیره برای ما یک برات میته. برای شما وقت نیست. از او خاطر است که خوب است کل چیزا یک دفعه به تفصیل بیان شوه بعضی مسائل ملت افغانستان باید بدانند تا که در روشنی بفتن که این فساد چقدر بوده، چقدر مستحکم بوده و ماموریت های سخت چه قسم انجام می شده. بدون شک جناب ننگ صاحب در غفلت حکومت های مرکزی هم بودن. اگر پولا سرازیر شده خب به نام افغانستان آمدن. ما یک جای به نام قشتیپه است که انقریب شاید به بهره برداری سپرده شود. یک سرک کوتل خیرخانه به طرف شمال یک بسیار چند کیلومتر کم است. در 20 سال نمیره کسی ترمیم یا یک چیز خوبتر و اساسی تر ترتیب و تنظیم نکردنش. امروزه او تنظیم بشه. بالاتر از 10 ولایت افغانستان ده او وصل است. ما اگر هر حکومت که به مکلفیت داره مسئولیت یک شهروندی خود را میدانیم که باید از کار خوب حکومت باید ما استقبال بکنیم، حمایت بکنیم. میتونستن حکومت اما اگر کارهایی را میکردن یک مطلی هم داریم که کلخ در آب باند و برکو تمام. جناب ننگ صاحب از مکاتب خیالی چی خبرها بوده؟ یک زمان شما معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف بودید. بسیار سر صدا زیاد شده بود که مکاتب خیالی آقای فاروق وردک و تیمشان ایجاد کردن و پولا را میارن عیف و میل میشد. چی موضوع بوده جناب ننگ صاحب؟ کوتاه چند سوال دیگه هم است. مکاتب خیالی اول خو وجود نداشته. دوم ای که تبلیغ شد وزیر بعدی که آمد بعد از دوره ما بله. او ای را بسیار بزرگ نمایی کرد و تبلیغ کرد و تیم به اصلاح خوش آمد گو که به اصلاح در وزارت می باشه ای طبیعی است. ما هم که رفتیم تیم خوش آمد گوی داشتیم که علی وزیر اسبق پیش از ما زیاد تبلیغ می کرد. ما مکاتب داشتیم که بظاهر بسته بود، فعالیت نداشت، اما ما معاش میدادیم. مکاتب داشتیم که missing component بوده یا مثلا نیمه کاره بوده یا تکمیل نشده بوده و یا مکاتب داشتیم در این چپتر که فعالیتش نیمه بوده یا مثلا میگفتن که برای 500 شاگرد است بهش 150 شاگرد وجود داشته به دلایل متعدد. اما ما معاش میدادیم. ایره ماش ما نمیدادیم، ماش سیستم میداده، مصارف سیستم میداده، سیستم داشتیم. از او خاطر است مکاتب بیش از 1000 مکتب در ساحات جنگی به دلیل جنگ بسته شده بوده. حالا معلم از او را ما چی میکردیم؟ پول معلم را شما میدادین ماش؟ بله بله.
امو چیزای ضروریات یک مکتب رو شما فراهم می ساختین در حالی که بسته هست ما شم می دادیم دیگه لوجستیکش چیز نمی شد تباشیر و غیره و غیره ای داده نمی شد پیسه زیاد هم نیست از تباشیر و تخته چی پیسه باشه ما شا سیستم می داده یک کسی که مامور خدمات ملکی شوه با اساس قانون کار و با اساس قانون مامورین خدمات ملکی او حقدار است تا چهار حادثه اتفاق نیفتاده شما از ماشور محروم نمیتونین سخته یا باید مرگ باشه خدای نخواسته یا باید حرمان از وظیفه باشه محروم ساختن یا مثلا به دلیل یک جرم وظیفه‌اش به تعلیق میفته یا باید استعفا بده یا باید تقاعد کنه چهار پدیده تا اتفاق نیفتاده ماش کارمند شما قطع نمیتونین وقتی که جنگ مکتب بسته کده ابو مامور خدمات ملکی که معلم است او را ما به کدام حق میگفتیم که ماشت بند است ولی ما امید داشتیم در اوجا کار میکردیم ما به صدها مکتب مسدود دوباره بازگشاییم کردیم از او خاطر است که او دوباره باز به پروسه استخدام و این چیزا باید نمی بود مکتب باید تمام عیار باشه وقتی که باز شد شرایط مهیا شد باید بره به کار خود از او خاطر یک مقدار او را مکاتب خیالی میگن ممکن مکاتب خیالی باشه من نمیفهم تعریف شاته که چه قسم مکتب باشه این می سه چهار وصف ما مکاتب ما داشت مثل کمپوننت داشتیم مکاتبی که نیمه بسته نیمه باز بوده شاگرد کم داشته به دلیل مختلف ولی ترک مکتب ما خو به دست ما نبوده تشکر جناب 300 شاگرد یک دفعه می اومد می دیدی که باز در آخر سال 50 نفرش کم است این خو طبیعی است اتفاق می افتاده سلامت باشین جناب ننگ صاحب انترکانتیننتال یگانه هتل ملی و تاریخی در سطح کشور یک وقفه کوتاه داریم زود برمیگردیم عزیزان دل بازم خوش آمدید به شام یک جناب ننگ صاحب در سال 2007 یک مقاله از آدرس شما نشر شد بدن امنیت ملی شما را گرفتار کرد اتهام به اینکه شما بسیار با ISI روابط دارین و بر اونا کار میکنین موضوع از چی قرار بود؟ امو کسایش یک بخش اعظمش از امو که میگفتن که تو مامور ISI هستی و میال در پاکستان هستن زندگی میکنن و ما پاکستان برای ما نوی زمیته نه با پاکستان رفتیم دیگه کم از کم به ایران هم تا ویزه برای ما مهیا نشده تالی تشکر لالا تشکر جناب نهان صاحب جوسان بگیرین باز بله تشکر از او خاطر است ما فکر میکنم یک مقاله نشر شد وقت مسئله جرگه صلح بود جرگه مشترک افغانستان و پاکستان برای صلح و یک مجله را ما پیش می بردیم برام ده امن جرگه ده او یک مقاله بود که جعفر پویاو رو ترجمه کرده بود غالبا از کتاب Oil and Globalization نفت و جهانی شدن بحث بسیار مهمه کرده یک سه چهار بحثش مبحثش او کتاب بسیار به فروش هم رفت فکر کنم میلیون ها نسخه در امریکا چاپ شده او کتاب بسیار پرتیراژ است و این منازعات بحث کرده و ما چون جرگه میکردیم ما به خاطر از این که جنگ شما صلح را بحث صلح بحث مجرد نیست بحث است که اول شما باید سر جنگ بحث کنیم یعنی تا جنگ نفهمیم ماهیت جنگ عوامل جنگ برای عوامل صلح برای صلح شما زمینه نمیتونیم از او خاطر است که ما بنیاد کلگی منازعاتی که در افغانستان بوده بازی های منطقوی بازی های جهانی که افغانستان به منجلاب جنگی تبدیل کرده ما باید این را موشیگافانه بحث میکردیم بازی های همسایه های ما بازی همسایه ها این کلش دخیل بوده ما بازی های منطقوی را اشاره کردم از او خاطر بود که مقاله به نظر ما جذاب بوده بازی هایی که کمپانی های یونوکال و پریداس به افغانستان در این منطقه داشتن به خاطر نفت گاز ترکمنستان این جنگ ها ایجاد کرده بوده یکی از عوامل جنگ ما در اوجه اشاره کرده بودیم برحال او به مزاج دوستا نبود به مزاج بزرگای کشور نبود و کسایی که در امنیت ملی از این حربه ساختن و این را استعمال کردن بدنام سازی کردن آدم های کوچک بودن و از نمو کار گرفتن فعلا در خود پاکستان نا زندگی میکنن اکثریتی از نمو کارمنده که به اصلاح شما ما بسیار شاید بد معلوم شوم که نام کدام منطقه و ولسوالی یا قوم یا وطن بگیرم امو کارمنده را بهتر است بگویم و هیچ تعهد با افغانستان نداشت
حتی مو بزرگش تعهد به افغانستان نداشته، امروز در کشور است و ده ها تای دیگه در کشورهای دیگه است. ما در کشور ما هستیم، پاکستان رفته نمیتونم. خب او قصه تیر شد. عزت و ذلت به دست خداوند است. ما به این باور دارم. ما مامور افغانستان هستم و خادم مردم ما هستیم. ما اینجا هستیم. بدنامی بسیار که پای خرد و ریزه سر دیگام می ما برای بلاهای بزرگ و برای امتحانات بزرگترش آماده هستیم که اینجا هستیم. بدون شک، بدون شک. الله متعال میگه که اگر برای ضرر برسانم همه دنیا یکی شوه ضرر میرسانم، اگر برای نفع برسانم همه دنیا یکی شوه نفع میرسانم. ما شما تعهد به الله داریم، تعهد به وطن خود داریم و وطن حیثیت مادر را داره. همه باید ما وطن از یک قوم، از یک قبیله، از یک شخص، از یک تیم، از یک حزب نیست. این از همه اقوام است. اگر جناب ننگ صاحب تو پشتون هستی، ما تاجک، یکی هزاره، یکی ازبک، ما و شما گلای سرصحبت هستیم. در یک باغ که داخل میشین هر رقم گل را میبینین، اما هر کسی که تعصب میکنه او مسلمان نیست. چون الله متعال میگه قوم قوم، قبیله قبیله، نایه بنایه هستان کرده که یکی دیگه خود را شناسایی کنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که به موضوعات قومی و سمتی دامن بزنن از جمله امتای من است. جناب ننگ صاحب اما متاسفانه که یک تعداد کلانوی را دامن میزنن. من که یک تاجک هستم، یک جوان پشتون، بسیار رفاقت خوب دارم. هیچ اصلا یک زمان در پنج منزل یک خانه یا سه منزل یا دو منزل می بود، در بالا پشتون بود، در پایین تاجیک بود، در بالا هزاره بود، در پایین ازبک بود. هیچ اصلا امی تعصبات قومی ما در این فکر هیچ نبودیم. هیچ اصلا ما امیر اتمام و پدرای ما یا اینکه برادرای اینا دمی فکر ما نبودیم. هر کار را که میکنه اونمو کلانه که میگه ما رهبر هستیم، رهبر زاده ها هستیم، اونمو این می کارار دامن میزنن. خدا اونا را هدایت نصیب بکنن. جناب ننگ صاحب از فابریکه نجاری چی موضوع بود و بعدش باز فکر کنم کارا نشد یا اصالم کوتاه اگر بفرمایید؟ فابریکه نجاری ما است فعلا، نم ولی بتاوان است دیگه. تاوان است. کاربار قدر نیست. نه بیخی ازم که یک کار ناکام بوده شروع کردیم. بالاخره خودم خودم مفروشن میرن به برای نان اولاد باید یک غریبی کنیم. نه در دو سال یک افغانی هم آید نکدیم، یک روپا هم فایده نکدیم. همو کاریگر به اسلام قدر میشه که همو از او یک چیزی بگیرن و بخورن، به ما نمی یعنی توان میتیم از جیب فایده من نیست. بیا انشاءالله روز شوه که از او فایده به دست بیاریم. بسیار به شوق جور کدم او کار، بسیار خوشم میالم کار، بسیار شوق دارم با کار چوب. به اسلام ما برای میخواست کنارو میارین دیگه شما. ما میخواستم تو چیزای جور کنیم که بر اصطلاح به مردم برای موزیم بگیرش. یعنی اگر کاوچ باشه، اگر مثلا صوفه باشه، اگر مثلا چپرکت باشه، میز باشه، آلماری باشه، برای کتابخانه باشه، برای زینت باشه، یک کلگش برای دکوریشن و این چیزا. ماشینری هم خوب بوده، یعنی یک بخش ما تهیه کردیم ماشینری که مناسب است. ولی اگر زمینه مساعد باشه شاید دوره یک وقتی یعنی کار بسیار شوق بوده داشت. هر چیز یک شوق داره، هر کس یک پیشه را بدون از موضوعات و سیاست و قالین افغانی بسیار خوشم میاد. کار قالین بسیار کار نیک است، یعنی ما موبایل ما پر است از عکسای قالین. بسیار ورزش میکنه جناب ننگسی؟ ورزش بله، یک مقدار ورزش میکنه، نفس میکشم. نه ورزش یک پیاده روی داریم روزانه. سابق و تا 20 کیلومتر هم پیاده میگشتم، واک میکردم، زیاد سالی رو دوام دادیم. در وقتای جوانی خو فوتبال علاقه داشتم، پایای ما هم یاله توته توته است که از بس که لغت خورده تا سالای زیاده در چی بودیم. ولی حالا در حدود 5-6 کیلومتر روزانه پیاده روی و حرکات آزاد دارم. زامن ساعت سلامتی از ورزش. جناب ننگ صاحب، جبه مقاومت موسوم به مقاومت، آیا رای حل است یا اینکه ما از جنگ دست بکشیم؟ نظر شما در این مورد جبه مقاومت چی هست؟ بسیار جالب است. جبه مقاومت، حتی ما به این عقیده هستم که اول منشورشان مشخص نیست. یعنی شما پنج ورق منشوره، آرمان هایی که تدوین کرده برای نجات افغانستان و برای رفای افغانستان، برای بهبود افغانستان، این را من ندیدیم. یک مسئله. دوم، انسجام من ندیدیم تا حالی که مثلا شورای مقاومت ملی وجود داره که ضد به اصطلاح جبهه مقاومت است. و جبهه آزادی افغانستان یک چیز دیگه جور شده که یا دوتا باز با هم هماهنگ نیستن. خوی جنگ میکنه، میگن که ما جنگ میکنیم. جنگ هم در یک منطقه محدود اگر باشه حال خو نیستک.
چند عیب بزرگ در جبهه مقاومت شما یافته میتونین؟ اول در یک منطقه که مربوط به یک منطقه است، دوم در وجه شما خراسان محوری را زیاد میبینین، بیرق افغانستان را کم میبینین، ارزش ها را که با دیگه اقوام شما را تلفیق بده وجود نداره. از او خاطر من فکر میکنم یا خام است جبهه و یا آرمان تدوین کرده نمیتونه، ولی من فکر میکنم مردم افغانستان از انقلابا و از به اصطلاح حرکت های نظامی ملیتنس اکشن از او تجربه بد داره. کس به جبه نمیره. شما علی بین نمایی که جبه داشت، نمایی که به اصطلاح قومندان بودن، نمایی که بزرگا بودن، خوردن و گرفتن و بسیار آباد شدن، به میلیارد ها قصرهایشان ماند افغانی صاحب شدن، اما برای نمی غریب و غربه که در منطقه است چیزی داده میتونه؟ من فکر میکنم ما به خاطر تامین منافعشان میخواه که در یک جای جنگ باشه. و دیگه مسئله نظامی است در افغانستان. تا چقدر دوران ما مثلا مبارزات نظامی کنیم گیریم که صحیح سنجام بتین، اما این به کجا شما را میرسانه؟ و جنگ خریدارش کی است؟ جنگ خو آله بدون حمایت بیرونی نمیشه، باید یک عقبه تمیل کننده جنگ باید باشه. در هر جای جنگ یک عقبه تمیل کننده است، یکی عقبه حمایوی است که عقبه جنگ اگر مردم باشه ممکن دعایی تان برحق باشه شما را پیش ببره، اما اگر عقبه شبکه های استخباراتی و جنگ افروزای همسایه ها و منطقه و بیرون باشه، باز در اون صورت تقدس جنگ تان و مقاومت تان وجود نداره. از اون خاطر است بسیار برای عزیز سنجیدگی بکار است، یعنی یک حکم سیاه و سفید ما مشکل است که بتم، اما میگیم که افغانستان به دایره صلح و سازندگی داخل شوه. بدون شک این چه قسم میباشه که شما نظامی باشین باز از رای غلبه یا دامننسی بدون شک ایره چپا کنین، باز او تره چپا کنه، خی افغانستان چی وقت از نمی بازی بیرون کنه؟ ازی باید بیرون شوه، باید دوره باید بیرون شوه. بدون شک جناب ننگ صاحب، وقتی که یک کشور اگر امکانات مت اهداف داره، یک مثال داریم بسیار عام میگه کسی که نان داد فرمان داد، وقتی که امکانات میده اهداف شو باید تو تطبیق بکنی، یک چیز اصل یعنی جنگ به خریدار راه حل نیست جنگ دیگه در جمع، درست جناب ننگ صاحب؟ کار بیرونی است و کسایی که افغانستان به جغرافیای جنگی میخواد تبدیل کنه، هر مقاومت نظامی کمک کننده است که این جغرافیا مزیدا به اسلام نظامی بمانه. جناب ننگ صاحب، در مورد کارکرد امارت اسلامی در بخش اقتصادی سیاسی، در بخش معرف که یک چیزی است که همه ملت افغانستان تشنه تحصیل هست، تعلیمات است، خوارکایی که در کابل یا در ولایت‌های افغانستان هستند امیدوار هستم درای مکاتب باز شود، امید داریم جناب ننگ صاحب بر باز شدن در مکاتب و این که در بخش‌های اقتصادی چی کارهایی را امارت اسلامی انجام دادن و میتن، در بخش‌های سیاسی چقدر موفق بودن، در بخش‌های روابط دیپلماتیک با کشورهایی که سفرهایی که می داشته باشند، جناب ننگ صاحب بفرمایید. در بخش معارف خو ما چیزی خوبتر نمی بینم، یعنی کجایش آدم تعریف کنه؟ امید به باز شدن مکاتب نیست؟ به نظر ما این جواب خوب یک مسئول رسمی خوبتر داده میتونه که امو تال جواب درست وام نکده ایره، یعنی شما از منابع رسمی دولت کدام جواب دقیق و سوچه و خالص و واضح را اگه یافته باشین که ما هم او را بیان کنم. از او خاطر است موقف دولت، اما بند شدنش هم میتونم تحلیل کنم که بسیار تاوان است به افغانستان، اقدام درست نیست و بالاخره حکم خداونده که تعلیم فرض ساخته، یک کس را شما بنی بشر می او را محروم می سازین. خب اگر حق است خب موقفتان را بیان کنید. ما به نظر ما این پدیده بسیار تاوانی است. تاوانی است. در اینجا هیچ به اصطلاح یون صاحب نمره داده من نمیتونم. نمره داده. مدارس اضافه شده یک پدیده خوبی است که میلیون ها شاگرد امروز هم مکتب میره، از صنف اول تا صنف شش دختران مکتب میره. بله. انستیتوت های قابلگی و نرسنگ باز است، اما پانتون بسته است برای دختران، پدیده بد است. انشالله هیچ توجیه نداره. مکتب در متوسطه و ثانوی بسته است، هیچ توجیه نداره. نه شرعی به نظر ما، نه توجیه. جناب ننگ صاحب، در مورد اقتصاد و سیاستشان کوتاه، وقت ما کم است. بله.
بخش اقتصادی فعالیت های بسیار خوبی جریان داره. بله. با در نظر داشت عوامل بازدارنده، شما وقتی این فعالیت های موجوده را میبینین بسیار قابل تحسین است. مثلا تحریم جهانی، انزوای جهانی، مقاطع جهانی و به چه شکل تحریمی که بالای ایران وضع شده، تحریماتی که برای ونزوئلا وضع شده، در مقابل از او کم از کم در ایران 50 کشور 60 کشور سفارت داره، رسمیت داره، در ونزوئلا و در دیگه کشورها هم قسم، در کوبا مثلا اگه یک دوره بوده به می ترتیب. با افغانستان 236 کشور در جهان وجود داره، کلش دروازهش بند کرده. این بسیار خطرناک است و چند بودی هم از چند جانبه هم است. از او خاطر عوامل بازدارنده را وقتی میبینیم و فعالیت هم شما در دهکده جهانی بدون جهان نمیتونید. وقتی که پایای تا دستای تا بسته کنه و برای شما بگه که شما شنا کنید، خب نمیشه. نمیشه. از او خاطر از چیزی که در رنج موجود وجود داره بسیاریش قابل تحسین است. صادرات ما به نزدیک به 2 میلیارد دلار رسیده، گپ خوب است. عواید ملی چیزی بالاتر از 2 میلیارد یا 2 میلیارد دمی بوده، در حالت افزایش است. این قابل تحسین است. مثلا ثبات پول افغانی که قوت خرید افراد کم زیاد نساخته، این قابل تحسین است. معاشات و سر 10-15 قلم جنس مالیات 200%، 100%، 80% تخفیف داده سر مواد خوراکی. این مالیات کم ساخته به خاطر که افراد به قوت خریدشان ضعیف نشه. و قراردادهایی که ارزش 6-6.5 میلیارد دلار ای دمی بندش ها تحریم ها اتفاق افتاده، ما به نظر ما بزرگ است. قشتیپا و قشقری و پروژه های ساختمانی که یک مقدار در شهرها وجود داره، کارهای شهرولی ها، یا خوب است. اما برای یک کشور جنگ زده، برای ضعف اقتصادی جوابدهی نیست. ها در صحیح منفی شامل برتانیا دو تا میگم. دسترخان ها خالی است. بله. کاروبار فرصت های شغلی کمتر است. بله. منافع تجارتی را ما در منفعت مضاعف میگیم برش. بله. کاروبار شما اما به اصطلاح مارجن منافعش او کمتر است. شما در 100 روپا 30 روپا را سابق کمایی میکردین یا 40 روپا را، امروز شما 8 روپا کمایی میدنین. مارجن بسیار خرد شده. بله. اما منفعت اضافی کم شده. این شاخص اقتصادی باز به تفصیل اگر ذکر شود، تشبثات کار میکنه، فابریکه ها فعال است، اما بازار تشویق کننده نیست. بازار به مصرف میچله، به صرفه جویی نمیچله. اقتصادتان زمان زیاد رشد میکنه. ها چند سکتور ساختمانی بند است، 1.5 میلیون انسان و تشبثات کم از کم در کار ساختمانی، اوجا قباله بند است، اوجا ساختمان بند است. شما چقدر انجینر از دست میتین، چقدر کاریگر از دست میتین که بیکار میشه. از او خاطر گنجایش ای به تحریم ارتباط نداره. از او خاطر به او اشاره کردم. این کار پرکتسای داخلی تان است، زمین و زراعت تان، این خوب به دست خود تان است. چرا این دشت و بیابانه که 5000 سال میشه که انسان گشنه است، آب است، زمین است، تخم است، انسان بیکار میگرده و مدیریت نیست. خب بکار کردیم. امیدوار هستم که زمینه کار فراهم شود برای هموطنان ما. جناب ننگ صاحب، یک دنیا سپاس که دعوت ما را پذیرفتین. سلامت باشین. تشکر. سلامت. قلبا سپاسگزاری میکنیم از هیئت رهبری اینترکانتیننتال، یگانه هتل ملی و تاریخی در سطح کشور. بیننده های عزیز، انشاءالله تا برنامه آینده شما را به الله متعال میسپارم. وقت همه شما عزیزان بخیر.